سلام شاگردای خوبم، امیدوار هستم خوب باشین، در سایه روز گذشتهتان خوانده باشین، کارمند خواندین، کار خانگیتان انجام داده باشین. خب کس بر من میگه که درس روز گذشته ما درس چندم بود؟ بسیار عالی، درس 39 درس ما در مورد چی بود؟ سوختگی با آب جوش. بسیار عالی. ما شما چی باید میکنیم اگه اتفاقا طفل ما میسوخت آب جوش؟ خب زیر آب سرد بر مدت دستزوره میگرفتم، یعنی زیر جریان آب سرد. بسیار عالی. با بدن چی میکنیم؟ باید به دکتر میبردیم. بسیار عالی. خب کلمه سوختگی را ببینین، کدام کلمه است؟ کلمه سوختگی. کی بر من بخش میکنه؟ چند بخش داره؟ بسیار عالی. کلتان یاد دارین؟ سوختگی یعنی سه بخش داره. بسیار عالی، بسیار عالی. سه بخش داشت. درس امروز ما و شما چی است؟ توجه کنین، درس امروز ما روی تخته براتون نوشتیم، درس 40 است، درس آخر است دیگه، بخیر کتاب ختم کنین. و موضوع درس ما چیز؟ بریدگی ها. بریدگی ها اتفاق مفتنه اکثرا بر ما و شما، خصوصا خانما که داشت پس خانه کار میکنیم، نه با کار میشه دست مجروح بسازیم. و همچنان میبینیم در تصویر که دست از این نفر چی شده؟ بریدگی پیدا کرده، یعنی در کدام چیز بریده شده، فهمیده شد؟ و در اینجا چی کرده دست از این که بریده؟ در اینجا دستش بریده شده نه؟ و در اینجا چی میکنه؟ نفر دیگه چی میکنه؟ دست زیر چی گرفته؟ ما کم گرفته. چرا ما کم گرفته؟ به خاطر چی؟ به خاطر که خون جریان پیدا نکنه، یعنی قطع شوه، خونریزی پیدا نکنه. و بعد از چی کرده؟ اینو به دکتر پیش دکتر برده، یعنی به دکتر مراجعه کردن. خب در همچه موارده که ما و شما اکثرا خانما داشت پس خانه هم کار میکنیم، اگر دست ما را کارت میبره یا چیز برنده دیگه دست ما را یا دست اطفال، باید ما چی کنیم؟ باید ما سرم زخم فشار بیاریم. نه شما کمک های اولیه را خواندین، یا قطعی یک تکی گاز ما کم که او را چی میکنیم؟ سر از این فشار میاریم ما کم و او را بسته میکنیم تا ای که خونریزی نکنه. اگر مثلا خونریزی قطع نشد، باید او را ما پیش دکتر ببریم، یعنی مراجعه کنیم به پیش دکتر تا چی شوه. اگر زخم ازی وسیع بود، دکتر باید او را چی کنه؟ تداوی کنه. خب حال ما و شما متن میخوانیم. خب متوجه کنین، درس ما درس 40 است، 40 است و موضوع درس هم بریدگی ها هست، صفحه شام 187 است. متن میخوانیم با هم، شما توجه میکنین. نوشته شده که بریدگی ها و زخم ها در اثر عوامل مختلف واقع میشوند. اگر به موقع درمان نشوند، باعث زایی شدن خون شده و بعدا ممکن است که میکروبی گردند. اگر محل زخم کثیف بود، باید آن را با آب و صابون بشوییم و برای توقف خونریزی باید به ناحیه خوندهنده فشار وارد و آن را با تکه پاک بسته نماییم. اگر زخم وسیع بوده و یا چرک و خونریزی دوامدار باشد و باعث تب گردد، شخص آسیب دیده باید به مرکز صحی و یا شفاخانه انتقال داده شود. خب شما دیدین که اگر در متن چی نوشته بود؟ نوشته بود که بسیار عالی، مثلا اگر زخم وسیع می باشه و خونریزی زیاد می باشه و مریضم تب می داشته باشه، باید ما چی کنیم؟ پیش دکتر بریم، یعنی به دکتر مراجعه کنیم. اما پیش از اینکه پیش دکتر میریم، باید ما امرای مریض چی کنیم؟ کدام کمک ها را با مریض انجام بدیم؟ باید هم محل زخم اگر چرک شده باید پاک کنیم، بشوییم و همچنان اگر خونریزی داره باید او را چی کنیم؟ او را فشار بیاریم سر یک توسط یک تکی پاک که خونریزی از او توقف پیدا کنه و او را توسط یک تکی پاک چی کنیم؟ بسته کنیم زخمه. و بعدا او را چی کنیم؟ پیش دکتر ببریم. بسیار عالی. خب حالا میبینیم که در متن ما چی چیزا در این متن آمده، کدام کلمات جدید هست یا نیست. اما کلمات جدید ما و شما چی میکنیم؟ شناسایی میکنیم. خب کلمه جدیده که ما اینجا خواندیم، همی میبینیم که کدام چیز هست. مثلا بریدگی هست و زخم هست، میبینیم در کجا بریدگی آمده. خب در جمله اول ما ببینیم بریدگی هست. بله هست، بریدگی در اول جمله آمده. خب بریدگی ببینیم، بریدگی چند بخش داشت؟ چهار بخش. بسیار عالی.
چهار بخش شما دیدیم که بریدگی چهار بخش داشته. خب بریدگی ببینین پیش از کدام کلمه آمده؟ کلمه ها که شما خواندین. و زخم هم هست، کلمه زخم هم در جمله اول میبینین بسیار عالی، در اینجا چی هست؟ زخم است. یعنی زخم هم بعد از پیش از کلمه ها آمده. نه؟ زخم، زخم چند چند بخش داره؟ زخم یک بخش. بسیار عالی، ببینین زخم یک بخش داره. خب در اثر عوامل مختلف واقع میشن، در اینجا نیست. میبینیم دیگه باز در کجا بریدگی هست؟ هست جای دیگه هم بریدگی آمده. میپالیم جملات خود که در کدام جمله ما بریدگی تکرار آمده. نه ببینیم بوده بریدگی، نه جای دیگه ما پیدا نمیکنیم بریدگی نه. بسیار عالی. و کلمه شفاخانه یک کلمه جدید در این متن است که ما میبینیم کلمه شفاخانه در کجا در جمله آخر ما هست. نه در این قسمت پیش از کدام کلمه؟ پیش از کلمه انتقال. بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، حالا امی کلمات جدید را که ما در اینجا خواندیم امور چی میکنیم؟ اول به بخش بندی میکنیم و بعد از او به صداها تجزیه میکنیم. میبینیم کلمه اول کلمه شفاخانه را. خب ببینیم ش ف خ ن چند بخش داشت؟ چهار بخش. بسیار عالی. بخش اول میبینیم که با چند صدای تجزیه شده. ش ا. بخش دوم میبینیم ف آ. بخش سوم میبینیم خ آ. بخش آخر رو میبینیم ن ه. این ش ف خ ن چند بخش داشت؟ یک دو سه چهار. چند صدا داشت؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت صدا داشت. یعنی شفاخانه هشت صدا و چهار بخش داره. بسیار عالی. میبینیم کلمه بریدگی را. کلمه بریدگی را میبینیم که بریدگی با چند بخش داره؟ بو ری دگی. چند بخش داشت؟ چهار بخش داشت. بسیار عالی. حالا میبینیم که این چند صدا داره هر بخشش. ببینیم بخش اول بو ب او، بخش دوم ری ای، بخش سوم د ا، بخش چهارم گی ای. یعنی بو ری دگی یعنی دارای چند صدا بود؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت صدا. یعنی بریدگی ما دارای چهار بخش و دارای چند صدا؟ هشت صدا بود. بسیار عالی. بسیار عالی. اینا رو کجا یاد گرفتین؟ آل میبینیم با اینی عرفایی که اینجا نشته شده شما خودتان بر من یک یک چی بگین؟ کلمه بگین با عین غیر آخر. یک کلمه بگین عین در اول آمده باشه. بسیار عمل. عمل یعنی کار. اصل. نه اصل هم یک کلمه هست. نه که با عین چی آمده؟ چی؟ اصل. اصل ببینه زبر داره اردش. با عینه که در آخر آمده شما یک چی بگین؟ یک کلمه بگین شروع. نه شروع آخرش چی آمده؟ عین. بسیار عالی. بالامه که غیر آخر است. بالامه که غیر آخر است یک چی بگین؟ یک کلمه بگین. آ لبلبو. لانه. نه بالامه که در آخر است یک چی بگین؟ یک کلمه بگین بر من که با. بسیار عالی. بال. بال. بسیار عالی. شما این کلمه ها را در خانه چی کنین؟ هم بخونین هم اینا را چی کنین؟ امی کلمه ها را هم بخش کنین و هم به صداها تجزیه کنین. خب درس امروز ما و شما درباره چی بود؟ درباره بریدگی ها بود که ما گفتیم که در زندگی اتفاق میفته گاهی بریدگی ها رخ بده برای اطفال یا برای خود ما یا برای کسای دیگه. ما باید بعض کمک های اولیه را پیش دیک پیش دکتر بریم باید انجام بدیم. یعنی زخم پاک کنیم و او را خوب چی کنیم؟ فشار بدیم که خونریزی نکنه و بعدن پیش دکتر مراجعه کنیم. خب در بریدگی ها ما و شما دو کلمه که بسیار مهم هم بود نو هم بود در اینجا ما خواندیم، یکی شفاخانه و دیگه بریدگی را چی کردیم؟ این را بخش بندی هم کردیم و صداها هم تجزیه کردیم و شما کلتان ماشاءالله یاد گرفتیم و با این عرفا هم ما کلمه ساختیم. خب کار خانگی شما چی هست؟ کار خانگی شما این می کلمه هایی را که اینجا خودتان گفتین این مینا رو چی میکنین؟ به جملات مناسب ایره تبدیل میکنین. یعنی با می
چهار کلمه شما چی میسازین؟ شما جمله میسازین و درسای خودم یک دفعه میخوانیم. خب شاگردای خوبم، این بود درس امروز ما و شما. امیدوار هستم که از درس لذت برده باشین، یاد گرفته باشین، در خانه یک بار دیگه هم اینو تکرار کنین، بخونین و جایی که مشکل داشتین روز دیگه از من بپرسین. تا روز بعدی خدایا رو مددگارتان، خداحافظ.